استخراج نفت هرات پس از بررسی اسناد شرکت ها قرارداد خواهد شد. وزارت معدن و پترولیم میگوید که به هدف سرمایه گذاری در حوزه نفتی هرات اسناد شرکت های داخلی و خارجی زیر بررسی قرار دارد. به گفته مسئولان در این وزارت پس از بررسی اسناد قرارداد آن عقد خواهد شد. اتحادیه شرکت های پروسس کننده نفت میگویند که باید نفت استخراج شده در داخل کشور پروسس شود. وزارت معدن و پترولیم میگوید که برای استخراج نفت هرات کار بررسی اسناد شرکت ها آغاز شده و پس از پایان بررسی ها قرارداد امضا خواهد شد. بر اساس گفته های این وزارت شرکت های داخلی و خارجی علاقمند استخراج این معدن هستند و در حال حاضر اسناد این شرکت ها زیر بررسی قرار دارند. ساحه معدن نفت هرات 23000 کیلومتر مربع زمین را در بر میگیرد. جلب سرمایه گذاری و اکتشاف با مخابره اعلان تطلیع و په دغه برخه کې ګڼ شمېر کورنیو بهرنیو شرکتونو علاقمندې هم ښودلې وه او خپل اسناد یې هم جمع کړي وو. خو د اوس لپاره دغه پروسه پروسس لاندې ده او دغه شانتې د ځینو شرکتونو سره د مذاکراتو بهیر هم روان دی. نو انشاءالله هیله مند یو چې دغه مراحل خلاص شي او عملا د دغې حوزې په ښو شرایطو سره ده قرارداد شاهدان وسو. بخش خصوصی میگوید که وزارت معدن و پترولیم باید کارهای معدن بزرگ را تسریع کند، زیرا به باور آنان در این بخش صدها میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد شد و زمینه کار نیز برای هزاران تن فراهم می شود. آنان از وزارت معدن و پترولیم همچنان می خواهند که نفت را داخل کشور پروسس کند. این حوزه نفتی که یک حوزه نفتی بزرگ است، قرارداد از این باید با سکتور خصوصی خود افغان ها و افغانستان شود که ما بزرگترین سرمایه گذارا را داریم. یکی از بزرگترین اوزه ها است که در اینجا اگر این فعال شود بر رشد و اقتصاد افغانستان خیلی موثر است. شمار از آگاهان میگویند که هرگاه سرمایه گذاری بیشتر در بخش استخراج معدن به ویژه نفت صورت گیرد، افغانستان میتواند در این بخش ها نه تنها به خودکفایی برسد که به صادر کننده نفت نیز مبدل شود. در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با آقای عبدالهادی فرهنگ، تحلیلگر مسائل اقتصادی که از طریق خط اسکایپ از آلمان با ما وصل هستن. فرهنگ صاحب، شما رو به بحث خوش آمدید. میگم چقدر نیاز است که شرکت هایی که برشان قراردادهای بزرگ اعطا میشه اسناد تجارتی و تشبثاتیشان بر اساس معیارهای قوانین افغانستان باشه؟ تشکر جناب عملی صاحب عزیز، خدمت حضور مبارک شما و از طریق تلویزیون و زین شما سلام احترامات خدمت همکارانتان و تمام بینندگان در سراسر دنیا سلام احترامات تقدیم میکنم. خدمت حضورتان عرض کنم که البته حوزه نفتی هرات یک حوزه خیلی خوبی است و اساسی ترین چیزی که به خاطر منافع ملی و مردم افغانستان که سالهای سالها صبر کردن به خاطر مسئله نفتی که استخراج میشه و فایده برای مردم برای عام ملت افغانستان صورت بگیره، دادن این مناقصه یا این داوطلبی یا این کار تکنیکی به یک شرکت خیلی باشه که او شرکت توانمند باشه. شما ما دو تا کشور برای شما نیاز چی میکنم مثال میتم. مثال کشور عراق، بخش شهر حوزه اقلیم کردستان، شهر سلیمانیه و شهر اربیل بسیار نفتی سرشار داره، اما شرکت هایی که استخراج میکنن شرکت های در حد خیلی پایین هستن. امیر خام هم چی میکنن استخراج میکنن و میبرن به خام فروشی میکنن یا به ترکیه و یا به ایران ایره میفروشن که بعدا یا پالایش میکنن. شرکت را که فعلا وزارت محترم معادن افغانستان در افغانستان حوزه نفتی هرات برازو میده، باید تمام پروسس و پالایش ازی در داخل افغانستان و در هرات پالایش شود. وقتی که در هرات پالایش شد 80 قلم جنس ما میتونیم از این پالایش داشته باشیم. اولا زاییات است، هایدروکاربون هاست از این استخراج میشه، بعدنش پلستر است، پلیتلین است، پپ است، پیپیست، یعنی آخر تنشین چاقیر است، یعنی انواع مشتقات نفتی را و میادین که از او استخراج میشه بسیار زیاد ما از او میتونیم بهره برداری کنیم. مازوتی که از استخراج میشه از این ما میتونیم بهره برداری بکنیم.
یعنی انواع مشتقات نفتی، انواع در رابطه به اینکه چه استفاده هایی میتونیم بکنیم از حوزه های معدنی افغانستان، حتما پرسش های از شما دارم. اما سوالی است که جدیداً تاکید میشه روی از اینکه چگونگی اسنادهای شرکت های قرارداد کننده باید به گونه درست بررسی شود. چقدر اهمیت داره این که حداقل شرکت ها دارای همو توانایی سابقه و اسناد دقیق برای سرمایه گذاری در افغانستان باشند؟ در افغانستان به شما بهتر معلوم است که ما شرکت های افغانستان بخواهی نخواهی شرکت های خوب سرمایه گذاری هست و این شرکت های سرمایه گذاری کلن قراردادها رو با پارتنرهای خارجی میگیرن، به خاطر از اینکه توانمندی شرکت های خارجی، مثال شما، من میخواستم سوال رو تکمیل کنم که کرکوک عراق هم تو استخراج میکنن، یا مثال شرکت کشورهای دیگه هست، مثال کشور قطر با تکنولوژی خیلی بالا گازش استخراج میکنه، حوزه نفتیش استخراج میکنه، بسیار به سطح بالا و بسیار قیمت عالی در دنیا میفروشه. مثال ما هم باید با شرکتی قرارداد واگذار بکنیم که او شرکت مثل کمپانی شل، مثل کمپانی بی ام پی بریتش پترولیم، یا مثال کمپانی های بزرگ نفتی دنیا توانمندی داشته باشه، یا مثال اینوک امارات، یا مثال شرکت های مختلف دیگه در سطح دنیا، در سطح منطقه، با شرکت های ما بتیم این قرارداد، یا شرکت های افغانی هم اگر این قرارداد میکنه دوباره جون منچر یا جون با شرکت های بزرگ ملی بین ملی شان که از ما تکنولوژی بگیریم. تکنولوژی در استخراج نفت بسیار زیاد مهم است، این پالایش داره، وقتی که پالایش به خوبی و خوشی و بسیار به سطح بالا و تکنولوژی بالا پالایش شوه، باز میتونه که 80-90 قلم جنس انواع هیدروکاربنات و همه پی وی سی و پلیتیلین تمام در و پنجره یک ما شما فعلا در افغانستان استخراج کنیم، ما از این مواد نفتی میتونیم استفاده بکنیم و میتونیم صادرات خوب داشته باشیم. تنها دیزل پترول نیست، بلکه مشتقات نفتی بسیار سودآور است. همین خود گرانول ازی برای مسائل مختلف پلاستیک در افغانستان میتونیم ما استفاده بکنیم و فعلا ما گرانول به هزارها تن، ما گرانول بیبی که از پاکستان، از ایران، از کشور، از چین ما گرانول وارد میکنن، دالک چینی ها خودشان از ایرانی ها مواد نفت خام میخرن، میبرن جا پالایش میکنن، به گرانول تبدیل میکنن. به اون خاطر باید در اول وزارت معادن افغانستان خیلی کوشش میکنه که تمام مسائل تکنیکی را در نظر بگیره، کم زمینه کار و اشتغال در داخل برای مردم میاثر شد و هم از این طریق دقیق یک تکنولوژی بالا استخراج بکنن و پالایش بکنن. شرکت های نفتی افغانستان همه میگه ما توانمندی میکنم، ما در افغانستان کجا کی توانمندی، شرکت افغانی توانمندی و خصوصی نداره تکنولوژی قوی داشته باشه که استخراج کنه. شما در افغانستان کام استخراج نداشتیم که خود شمال افغانستان استخراج است، کجا کدام دیزل پترول با کیفیت استخراج شده، کجا از او پلیتیلین و پی درست. اما حجم تجارت را، فرهنگ صاحب، حجم تجارت را در افغانستان به حد میبینین که شرکت های بزرگ دنیا که در حوزه نفت کار میکنن حاضر به ایشان که بین سرمایه گذاری های پنگفت را در این سکتور در افغانستان انجام بدن؟ نگاه کنید، نظر ما بخوای نخوای شرکت های قدر دوستای داخلی، شرکت های داخلی ما شما علاقمندی زیاد وجود داره، بخوای نخوای وزارت معجب چی میکنن؟ مجاب میکنن که قرارداد را بیابته وزارت باید دمو اسناد، دمو مدرک، دمو ملاحظه نوشته بکنه، یا را باید مکلف بکنه که باید تکنولوژی نوین و تکنولوژی بزرگ بیاره که اینم قدر مشتقات نفتی که ما هیدروکاربنات و سایه دیگر که خدمتتان عرض کنم یا زایه نشه، دور ریخته نشه، از هر موادی که استخراج میشه از این پالایش، از کل از این ما بسار استفاده بهینه بکنیم، استفاده خوب بکنیم و هر کدام از یک فایده بسیار بخصوص در سطح زندگی و در سطح اقتصاد کشور داره. اما متاسفانه استخراج ناسالم، استخراج بلینگ میگن، استخراج بدون استاندارد، استخراج مثال چیه ریگای افاری میگن، سیستم های افاری نصب بکنن از چین بیارن به شکل غیر استاندارد استخراج بکنن و مازوت یا مواد خام یا اولی از ایره مثال بفروشن به کشورهای همسایه و ایره دوباره پالایش بتن به نفت به چی دیزل و پترول و به مشتقات نفتی تبدیل کنن، این بر افغانستان با فایده نداره.
و در مثل امو شهر سلیمانی و کرکوک عراق میشه. ما باید کوشش بکنیم در افغانستان استخراج و پالایشگاه معیاری داشته باشه. معیار اگر در نظر بگیره وزارت معادن و به شرکت های داخلی قرار داده بته و تکنولوژی معیاری داخلی را اروپایی را بیارن، بسیار خوب میشه. ما مثال اکثرا تکنولوژی روسی میارن، تکنولوژی روسی هم تا 250 تا 300 میلیون سرمایه گذاری باید بکنه، اما در حدود 100 میلیون اگر سرمایه گذاری کنن یک پالایشگاه بسیار قناعت که مردم رو فراهم کنم میشه انجام داد. تشکر از شما آقای احمدی، بباشید. سپاسگزارم آقای فرهنگ از اینکه در بحث ما بودید.